کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب خورشید تیسفون ملاحان به شنیدن آن صدایی که خورده دست از بازی برداشته متوجه غلام شدن چون او در تاریکی بود و نمی وی را ببینند یکی از ملاحان مشعلی روشن کرد دیگری تختی بزرگی را مانند پل به ساحل افکن که پیش بروند غلام برای اینکه همه آنها را از قایق خارج کند پیش از آنکه ملاح مشعلدار از پل بگذرد بر روی تخته قرار گرفت و گفت بهتر آن است که همه شما به ساحل قدم بگذارید که زودتر بسته ها حمل شود ملاح مشعل را کمی بالاتر نگاه داشت تا به خوبی گوینده را بشناسد هنوز او با دقت به چهره غلام می که یکی از ملاحان گفت این غلام مخصوص مرگم است گمان می کنم امپراتوری سنوبی هم قصد دارد به میدان جنگ به شتابت می خواهد مقداری از راه را به وسیله قایق به پیمایت. ملاح دیگری با سرور و شادمانی گفت اگر این طور باشد ما هم پس از مدتها بیکاری و خمودی تفریحی خواهیم داشت ملاح اولی جواب داد مسلما مسافرتی در پیش داریم زیرا امپراتور و ادنات هم اصر امروز به خلیج ها سرکشی کردن غلام از این گفتگو شادمان شد ولی با لحنی خشن و اعتاب بالود با زد چرا از جای خود نمی جنبید عجله کنید فرصت زیادی نداریم سپس با قرشی گله آمیز گفت آه پنج نفر بیش نیستن گمان نمی کنم بتوانید به زودی آماده شوید ملاحان که دیگر مطمئن شده بودند باید بار و بنه ها را به قایق هم کرده و مهیای مسافرت شوند به شتاب از پل عبور کرده قدم به ساحل نهادند و یکی از آنها گفت مطمئن باشد در یک چشم بر هم زدن برای حرکت آماده می شویم پنج تن دیگر از یاران ما در همین نزدیکی هستند و به زودی به ما ملحق می گردن غلام که هنوز در کنار پل ایستاده بود با یک حرکت سری تخته را از قایق جدا کرد پیش از انکه آن که ملاحان به خدایان اشباهی هولنگیز از نیزار خارج شده آنها را در میان گرفتند صدایی آمرانه گفت اگر به حیات خود علاقه مندید بدون آنکه صدایی برآوری تسلیم شوید این صدا از آزرگوش گشست بود و او هرگز نمیتوانست به حیله و فریب اشخاص را مقتول سازد وی در صدت برآمد با این وسیله از بروز نزا که خواهی نخواهی منجر به قتل ملاحان میشد جلوگیری کند ولی یاران مجال ندادن غلام با آن تخته سنگین به یک ضربت دوتن را از پا درانداخته و مشعل را هم خاموش کرد پیلسن پشت گردن دو تن دیگر را گرفته سرهای آنها را به هم گفت و هر دوی آنها را رها کرد دو ملاح چند قدم مانند اشخاص مس بدون تعادل پیشرفته نقشه بر زمین شدند گرگین با مشت پولادین آخرین نفر را مدهوش ساخت سپس قلام تخته را به جای خود قرار داد و یاران ملاحان را به قایق برده مشغول بستن دست و پا و دهان آنها شدند آزرگوش است که از آن واقعه اندکی نگران و خشمین بود با لحنی آمیخته به خشم گفت چه کسی دستور داد که حتی فرصت دفاع به آنها ندادید اگر یکی از آنها را کشته باشید مرتکب ننگ ناجوان مردی شده ایم. جواب داد. آزرگوش است مطمئن باش هیچ یک از ما ضربت را با قصد قتل وارد نیاوردیم اعتراف می کنم که من با تصویب برانوش از یاران خواستم تا به موقع فرصت را از دست ندهند اکنون وضع ما فوقالعاده حساس است چون آنچه نخواهیم در مقابل ناجوان مردی های رومیان مردانگی به خرج دهیم باید از جان خود بگذریم البته جان ما ارزشی ندارد ولی ناموس مهنوش در خطر است این جمله اخیر به منزله آب سردی بود که برا تش بریزن التهاب خشم آزرگوش از فرو و دیگر سخنی نگفت اما بر روی یکایی که ملاحان خم شده و مطمئن شد که هیچ کدام نمردی ان. چون پیلسم و گرگین در بستن دهان آنها عجله به خرج داده و طوری بسته بودند که تنفس مشکل بود آزرگوش از با خنجر دهان آنها را باز کرد و سپس گفت تصور نمی کنم لازم باشد دهانشان را ببندیم دو تن از یاران از آنها مراقبت کنند لااقل بگذارید به آسانی تنفس کنند گرگین گفت بسیار خوب آزرگوش است من به تنهایی نگهبانی آنها را به عهده می گیرم تا از تعداد یاران کاسته نشود برانوش گفت برای اینکه تنها نباشی و به خوبی بتوانی همه آنها را زیر نظر بگیری ستن نیز نزد تو باقی میماند شیرین لحظه ای از برانوش دور نمیشد و حتی هر قطر اصرار کردن تا کاموس و سموئیل در خفاگاه اسبان بماند قبول نکرد. پشن که متوجه این نکته بود برای آنکه شیرین را متقاعد کند گفت. بالاخره شیرین نیز باید به نوبه خود خدمتی را به عهده بگیرد تا از تعداد ما کاسته نشود. مراقبت پنج نفر برای گرگین آسان نیست و او نمیتواند همه را در مد نظر داشته باشد. گرگین هم که میل داشت شیرین را در آنجا نگاه داشته و به این ترتیب یاران را آزاد بگذارد گفت به خصوص که گمان نمی کنم دیگر کاری در پیش داشته باشند جز انتظار مریم قلم که معمول بود آشنایی کامل به آن خلیچا و وضع آنجا دارد زنجیر قایق کوچکی را از ساحل آزاد کرد بقیه یاران را سوار نموده به کمک چوبی بلند از نیزار گذشته و کمی دورتر از خلیج دیگر که در آن سمت رودخانه قرار داشت پیاده شدن آزرگوش است به قلام گفت گویا اینک برای تسخیر کشتی مخصوص ادناد یا زنوبی می رویم آیا می دانی در این کشتی چند تن نگهبان و ملاح وجود دارد؟ قلام جواب داد آری آزرگوش است ناگذیر باید این خلیج را هم تصرف کرده آنگاه به کمینگاه برویم زیرا در غیر این صورت همه زحماتمان به هدر می رود خوشبختانه چون از این قایقا برای حرکت در جهت مسیر آب رودخانه استفاده می کنن و به پارو زدن احتیاج ندارند معمولا عده زیادی در اینجا نخواهیم دید من چند بار همراه مرگم و زنوبی به این کشتی سوار شده و ساعتی در رودخانه گردش کردم و هیچ گونه بیش از دوتن از ملاحان در آن نبودند آزرگوش از با اندکی حیرت گفت البته در جریان آب ممکن است دو نفر برای راندن کشتی و مراقبت آن کافی باشد ولی در مراجعت که به خلاف جریان است یا اگر لازم باشد در جهت مخالف رودخانه حرکت کند قلم که متوجه منظور او بود به شتاب جواب داد قایقی طویل که گنجایش پنجاه پاروزن قوی دارد این نقص را مرتفع می سازد ولی قایق مزبور در خلیز نیست بلکه در مدخل نهر متصل به رودخانه قرار دارد معمولا زنوبی و ادنا همیشه در سمت جریان آب سوار شده و پس از آنکه گردش کردن از کشتی پیاده شده با از مراجعت می کنند. اصولا این قایخا و کشتی را برای روز مبادا آماده کرده ان که بتوانند به سرعت از شهر انتاکیه خارج شده و مسافتی بعید دور شوند. اما هر وقت که مایل باشند برخلاف جهت آب نیز از قایق استفاده کنند آنگاه پنجاه پاروزن نیرومند که جزو غلامان کاخ هستند در آن قایق طویل جای میگیرند قایق را با زنجیر به کشتی متصل میسازند تا در جهت مخالف آب نیز بتواند حرکت کند به این جهت تقریبا اطمینان دارم که در حال حاضر بیش از دوتن تن ملاح در کشتی نخواهیم دید و خوشبختانه آنها هم مرا میشناسند حدس و گمان غلام صاحب بود ولی طولی نکشید که آزرگوش است و یاران مطمئن شدن دو نفر بیشتر در کشتی نیست و آن دو نیز غلام مرگم را شناخته و جویای منظور وی شدند غلام آنها را نیز فراخواند تا برای حمله لوازم و کمک با او از کشتی پیاده شوند یکی از ملاحان که متعجب بود چگونه غلام از طرف خشکی به خلیج آمده با لحنی آمیخته به تردید علت را سوال کرد غلام جواب داد بانوی من مریم در کاخ نیست بلکه از قصر خود به اینجا میآید و منتظر زنوبی خواهد شد این جواب کاملا منطقی بود چون ملاحان به هیچ وجه نمی توانستن سو ازن به خود راه دهند و به تقاضای غلام از کشتی خارج شدند این بار هم مشت آهنین غلام و پیلسم به کار افتاد و به سرعت ملاحان تناپید شده در عرشگ کشتی به دکل آن بسته شدند و پشنگ مراقبت آنها را به عهده گرفت آزرگوش است و برانوش و پیلسم به اتفاق قلام به وسیله قایق کوچک خود را به در مشبک رساندند. به انتظار نشستند چون تیتوس با مشعل برای باز کردن درآمد قبل از همه پیلسم او را شناخت و با حیرتی زای دلوس بی اخدیار گفت تیتوس در اینجا چه کار می کند؟ برانوش و آزرگوش از متوجه تیتوس شدند و وقتی که تیتوس به باز کردن در مشغول شد قلام آهسته گفت من این شخص را نمی شناسم قرار بود مریم خود را برای گشودن در بیاید اکنون نمیدانم تکلیف چیز آیا با کلیدی که دارم مانع شوم که آذر گشست می گفت ما این شخص را می اما نمی اکنون چه منظوری دارد آیا تو می توانی با کلید خود مانع گشودن درب شوی؟ غلام بی محابا و پروا از آب رودخانه به طرف میله های آهنین درج است به سمت حفره ای که کنار در قرار داشت رفته چند لحظه طول کشید تا در تاریکی صفحه آهنین را یافته و کلید را که به شکل میل ای سرکش بود در داخل سوراخ آن صفحه قرار داد. تیتوس چنان سرگرم کار خود بود که توجهی به عملیات غلام و وجود اشخاص دیگر نداشت زیرا آنها در پناه برآمدگی از نظرش پنهان بودند و قررش آب نیزمانه شنیدن صدای آنها بود. غلام پس از آنکه کار خود را انجام داد چون میدید آزرگش است به زحمت قایق را نزدیک او نگاه داشته است چون محل اتکا داشت دست فرا برده لبه قایق را گرفت و گفت اینک آن شخص نمیتواند در آهنین را باز کند مگر آنکه من میله را از سوراخ به درآورم تیتوس که هرچه به دسته اهرم فشار میداد چرخ به حرکت در نمیابد با حیرت نظری به اطراف افکن و سخنان مریم را به یاد آورده پیشانی را به میله درگذارده نظری دقیق به رودخانه انداخت آزرگوش است به وسیله چوب بلند سر قایق را به طرف او گردانده و سپس گفت تیتوس آیا ممکن است بگویی تیتوس به شنیدن صدای آزرگوش از مشعل را که در کناری گذارده بود برداشته به طرف رودخانه گرفت و به مشاهده آزرگوش از بانگی از شادی و شعف برآورد و گفت آه آزرگوش از قطعا برانوش نیز همراه تو از عجله کن تا زودتر مریم را نجات دهیم هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که برانوش به قلام نهیب زد تا مانه را بردارد زیرا مهنش با مشعل از پیچ معبر گذشته اکنون در چند قدم یه درب دیده می شد و یقین بود که تیتوس قصد مساعدت با او دارد. غلام به چابکی میله را از سوراخ صفحه به درآورد و تیتوس با همه قوت دسته چرخ را گردانید. چند لحظه ناله به هم خوردن زنجیرها و پیچیده شدن آن به دائره چرخ به گوش می رسید. به محض اینکه در اندکی بالا رفت آذر انتهای چوب بلند را به دیواره رودخانه گذارده با یک فشار قایق را به داخل نهر راند در حالی که از ساحل نهر به طرف مقصد میرفتند تیتوس به اختصار غذایه را بیان کرد آزرگشس و پیلسن به خوبی مقصود را نمیفهمیدند لذا مهرنوش که بی اختیار تکیه به بازوی آزرگشس داده بود موضوع را برای آنها نقل نمود برانوش کف بر لباورد دشنا میداد و آزرگوش از چون شیری زخ خورده می قورید. وقتی به آن نقطه رسیدن پیلسن بی محابا به طرف ادنات حمله برد و برانوش دیوانوار با مشت گره کرده به سمت امپراتور خم شد ولی این حجوم دیوانوار به زودی متوقف گردید. زیرا تیتاس به چابکی بین پیلسن و ادنات هایل شد و مریم دست به سینه برانوش نهاده بانگ زد برانوش آروم باش. آزرگوش است که با نظر تحسین و احترام به مرگم مینگریس بازوی برانوش را گرفته او را از امپراتور دور ساخت برانوش با خشم و قذب گفت بگذارید به این ماجراها پایان داده با قتل این مردم زشت و منفور جنگی را که به طور یقین با هزاران مکرو خود و فریب تو ام خواهد بود آزرگوش با لحنی شما در سخنش دوید و جواب داد برانوش هرگز تصور نمی کردم دست به سوی مردی دست و پا بسته دراز کرده و بخواهی شخص بی را به قتل برسانی برانوش قرش کنان گفت او چون افعی موزی و خطرناک است هیچگاه کسی با چنین اشخاصی که بویی از مردی و مردانگی نبرده ان جوان مردی نمی کند سر افعی را میکوبند تا نیشش نزند مهنوش که میدید برادرش فوقلاده التهاب دارد به ملایمت دست برشانی وی نهاد و گفت برادر ما همه چیز خود را به مریم مدیونیم و نباید به خلاف میل و مصالح او رفتار کنیم وانگهی ادناد دشمنی شریف و شرافتمند است او از این وقایع آگاه نبوده و تمنا میکنم مرا نزد مریم منفعل و شرمنده نکنید مریم که با حضور آزرگوش است و دیگران مطمئن شده از امپراتور دور شده بود گفت به جای اینکه وقت را بیهوده تلف کنیم بهتر از سری تالار بزنیم و ببینیم بر پستوموس چه گذشته اگر مقدور باشد او را هم از چنگال حیوانات وحشی نجات دهیم پیش از آن که حرکت کند ادنات که خیره به آن صحنه به خصوص به مهرنوش و برانوش می با تبسمی تلخ گفت مریم هر گونه اقدامی برای نجات پستوموس و است زیرا هنگامی که من از تالار خارج می شدم پستوموس با آخرین قوای خود مشغول راندن بب به داخل قفس بود برفس که به آن حیوان درنده را مغلوب ساخته به قفس داخل کنند باربارا پیکر خونالود و ناتوانش را به دریاچه مرگ می افکند و نهنگان گرسنه در یک چشم به هم زدن او را به کام خود فرو می برد. قطعا تا حال نیز این واقعه روی داده است. مهرنوش که علاقه من بود در صورت امکان پستوموس را از مرگ نجات دهند و اگر مقدور نباشد لا نگذارند تومه آن حیوانات شود ضمن اینکه ادنات سخن میگفت گفت آهسته گفت آزرگوش است بر ما لازم است که حتی در نجات پستوموس بکوشیم اگر نتوانستیم جسدش را به دست آورده با احترام به خاک بسپاریم شایسته نیست تومه حیوانات شود مریم که سخنان مهرنوش را میشنید و تصمیم داشت در این مورد اقدام کند گفت ابتدا باید به طرف دریاچه مرگ برویم مهرنوش با لحنی التما گفت مریم دستور بده راهنمایی کن امیدوارم توفیق حاصل کنیم مریم که همه را مشتاق میدید ابتدا به طرف محل قایق ها شتاف و برای اینکه کمکی به او کرده باشد بدون آنکه منظورش را بداند به دنبالش دوید چند لحظه بعد تیتوس و مریم در حالی که هر کدام دو مشعل به دست داشتن مراجعت کردند، مشعل ها را روشن نموده به راهنمایی مریم به سوی دریاچه حرکت کردند. تیتوس و پیلسن برای مراقبت ادنات و امپراتور باقی ماندند. مریم به چابکی میدوید و دیگران از او به مطابقت برمیآمدند و پنجره ای از میله های آهنین پدیدار شد این همان پنجره ای بود که ادناد از پشت آن دریاچه مرگ را به امپراتور نشان داد با رسیدن به آن پنجره مریم میله ای را که در کلون قرار داشت به زحمت بلند کرد و به قلام اشاره کرد تا آن را بکشاید شاید مشعل را به مریم داده به پنجره حمله ور شد لحظاتی چند پنجره با میله های قطور آهنی مقاومت کرد عاقبت با فشار ازولات قوی قلام تا به مقاومت نیاورده و باز شد صدای ریزش آب تو ان با سفیر مرگبار و سوسمار عظیم الجسه که به واسطه ی نور مشعل ها متوجه آن سمت شده بود وحشت انگیز بود. یکی از سوسمارها که به سرعت خود را به کنار دریاچه رسانده بود دستها را به دیوار دریاچه تکیه داد. سر بد شکل خیش را تا بالای آن دیوار رسانده و دهان گشود. آزرگشست با جرأت و جسارت مشعل را به دهان او فرو برد در همان لحظه برانوش میله قطور کلون را برداشته بر مغز او گفت ناگهان صدای سقوط جسمی به گوش رسید و سوسمار دیگر با همه سنگین یه جسه به عقب برگشت و در همان لحظه مرگم با فریادی درد گفت پستوموس به آن صدا از سقوط جسم پستوموس در آب دریاچه مرگ برخواست هنگامی که ادنات به باربارو اشاره کرد تا آخرین نقشه خود را اجرا کند پستوموس با شلاق مرگبار در حقیقت باب را به داخل قفس رانده بود پس از آنکه باب قررش کنان عقب عقب از مدخل آهنین گذشت برای اینکه او را دورتر براند یک بار دیگر شلاق را سائق وار فرود آورد و از برخورد آن با کف تالار صدایی وحشت انگیز برخواست ببر که دیگر مقلوب گردیده و به قلبی حریف اعتراف داشت در تاریکی دالان قفس از نظر ناپدید شد بستوموس توانست پنجره مشبک آهنین را بسته خیال خود را از طرف آن حیوان آسوده کند اکنون به دو چیز میاندیشید یکی باربارو که خود حیوانی وحشی به شمار می آمد دیگری آنکه چگونه از تالار بس خود را خلاص نماید از لحاظ اینکه از نگاه نوازش دهنده مهرنوش نیرو بگیرد با همه ضعف و ناتوانی قدمی چند استوار برداشت و سر به جانب ایوان بلند کرد ایوان خالی بود نه مهرنوش و نه امپراتور وجود داشت بی اختیار چشمان بی فروغ و معیوس را متوجه ایوانی که تیتوس آنجا بود کرد و او هم دیده نمیشد. پستاموس فریادی خشمالود و دهش زده از قلب خود احساس کرد و مطمئن بود که آن فریاد از هنجره ظریف مهرنوش برخواسته است. اما توجه داشت که با گوش نشنیده بلکه با روح و جان خود آن فریاد را احساس کرده. به زحمت نیمچرخی زده به طرف مکانی که ادنات قبلا ایستاده بود نظر افکند. میخواست آجزانه زانو بزند و بگوید ادنات من به همه گناهان خود اعتراف میکنم و تصدیق دارم که نسبت به تو بداندیشی کردم. ولی تو دشمنی جوانمرد هستی به من رحم کن و محروش چون کبوتری که در چنگال شاهین گرفتار شود اکنون اسیر امپراتور است. من یقین دارم که امپراتور در صدد کامیابی از وی برمیآید، او را نجات بده. به من اجازه بده که با اطمینان از سلامت و خلاصی مهرنوش بمیرم اما متاسفانه ادنات هم در آن نبود غیبت و بلکه مفقود شدن ناگهانی همه آنها معمایی مرموز بود که مغز خسته و افسرده پستوموس نمیتوانست آن را حل کند وانگهی حل معما چه فایده داشت او باید خود را به مهرنوش برساند با همه باقی قوتی که در بدن داشت به طرف در آهنین پلکان دوید. میله های قطور آهنین را گرفته تکان داد به زودی فهمید که امکان ندارد بتواند آن در را باز کند آن حرکات دیوانوار مجزد که خون بیشتری از جراحاتش جریان پیدا کرده زودتر وی را از پا در اندازد قیافه و هیکل پستوموس و منظر ای چونان رو و رقت ایجاد کرده بود که باربارو با همه قصاوت قلب و کینه و خشم مبهود و مجذوب به او گریست سپیدی متمایل به اسمر رنگ بدن پست که خراش های متعدد داشت و خون گلگون اشکالی مختلف بر آن رسم نموده بود از لابلای دریدگی و پارگی لباسش به اندام رشید او عباحتی خاص میداد. یک خرمن موی نرم و طلایی ژولیده و پریشان بر چهره خونالودش افشان شده بود. قلب پولادین و از و اراده آهنین او را که ببر و پلنگی خونخوار و وحشی نتوانسته بود دوچار سستی کند یه از در هم شکسته بود. پستوموس بی تعادل و تلو تلو خوران پیش می رفت و هر قدمی که بر می از ترشوهات خون آثاری مخشوش به جا می گذاشت. مثل اینکه دیگر چشمش نمیدید زیرا قفلتن به یکی از ستون ها مصادف شد سانوهایش سوز شد و لرزید و در پای ستون نقشه بر زمین گردید دریچه ای که از کف تالار بز به دریاچه مرگ باز میشد در وسط تالار قرار داشت و باربارو انتظار می کشید که پستوموس به آن نقطه برسد تا با یک فشار بر محور دریچه آن را بک شاید و پیکر خونالود پستوموس را به کام مرگ افگرد. جسد پلنگ سوگولی باربارو کمی دورتر افتاده بود. هرگاه که باربارا به آن نظر میانداخت آتش غضب و کینه از شعله میکشید و احساس میکرد میل دارد با دستهای خود پست و مسرا قطعه قطعه قطع کرده و اعضای بدنش را نزد حیوانات گرسنه بیفکند حرکتی میکرد که برود و مقصود خود را انجام دهد اما منصرف میشد و به خود میگفت این جوان گذشته از آن که در شجاعت و شهامت بی از مورد توجه و لطف زنوبی نیز بوده و او دستور داده از مرگ را بر وی آسان کنم لذا خشم و کینگ من بی مورد است ولی در باطن این گونه نبود و باربارو یک ذره عاطفه و احساسات نداشت بلکه می ترسید به این جهت سرگردان بود و نمی دانست چقدر پستوموس با دریچه فاصله داشت و اگر بخواهد او را به میان دریاچه افکند باید پای جرأت و جسارت پیش گذاشته به وی نزدیک شود. پستوماس بی حس و بی حرکت افتاده بود بالاخره باربارا ابتدا با فشار بر محور دریچه آن را گشود سپس با احتیاط در حالی که کاردی بلند آماده داشت از پشت ستونها به طرف وی رفت برای اینکه اگر پستوموس قادر به حرکت و دفاع باشد فرصت پیدا نکند به سرعت پای او را گرفته و در یک چشم به هم زدن به سمت دریچه دوید در حالی که جسم خونین پستوموس را به دنبال خود می کشید با یک جس از دریچه پرید و جسد پستوموس از آن حفره به دریاچه سقوط کرد. بلافاصله در حفره به خودی خود بسته شد آنگاه باربارو که دیگر مطمئن بود امنیت دارد در کنار نعش پلنگ زالو زد چون مادر بچه مرده پیشانی را به سر پلنگ تکیه داده به گریستن پرداخت پستوموس که بر اثر کشیده شدن از حال اقما و ضعف به در آمده بود وقتی که در آب قوطه ور شد رطوبت و خونکی آب دریاچه در اعصابش اثری فوری کرد و به آمد یک لحظه نور مشعلها را دید و به نظرش رسید که در حالتی خیالانگیز اندام دلفری به مهرنوش را میبیند سپس قولی مهیب و بحشت به طرفش حمله برد دیگر پستوموس نه چیزی دید و نه صدایش یعنی زیرا در آب فرو رفته بود تنین صدای سقوط جسم پستوموس و فریاد دردناک مرگم با صدایی دیگر تو ام شد. چند لحظه کوتاه صحنه ای به وجود آمد که هزار حتی پیلسن با همه تحور و بیباکی و آزرگوش است با تهام شهامت و چالاکی دوچار بحت و شگفتی شدن. قلام قوی هیکل که پوست قهوه ای رنگش در شعله دودنگیز مشعلها به ترزی خاص میدرخشی تیغه کارت را به دندان گرفت. با قوت پاها را به دیوار دریاچه کوفته در حالی که هر دو دست را به جلو کشیده و سر انگشتان را به هم نزدیک کرده بود به طرف آن حیوان حراساور لغزید. درست همان لحظه که پست و پس از قوته ور شدن بر روی آب آمد سوسمار دهان به سویش کشود و وجود قلام را نزدیک خود احساس کرد. دم قوی و زورمند را به شدت حرکت داد تا آن انسان جسور را خرد کند ولی قلام مثل اینکه مکرر در آب با حیوانی از آن نوع مبارزه کرده و به رموز مجادله آشنا بود نقاط ضعف حریف را می شناست. با همان شدت سرسام آور که شتافته بود بر گرده او قرار گرفت با همه قوت کار را در انتهای دهان فراخ او فرو برد و سپس با هر دو دست قبضه را گرفته به چرخاندن آن پرداخت حرکات شدید آن حیوان امواج خروشان به وجود آورد و آن امواج پستوموس را به طرف ساحل میراند صحنه نبرد غلام با سوسمار جالب توجه و بهتانگیز بود که باید گفت چند لحظه همگی پستوموس را از یاد برده به آن منظره مینگریستند. نگریستن. نوگهان ناگهان متوجه پستوموس شد و خود را به آب افکنده جسد خونالود وی را به ساحل کشید. چون دیواره ساحل بلند بود پیلسم خم شد و هر دو دست را به سمت آب دراز کرد. آزرگوش است ابتدا شانه چپ پستوموس را به دست پیلسم داد تا سر او را از آب بیرون نگاه دارد و بعد خود به چالاکی مثل آنکه از درختی بالا می رود از دست پیلسم بالا رفت. وقتی که پا بر زمین گذاشت زانو زد و با کمک پیلسم پستوموس را هم بالا آورد. قلام و سوسمار اکنون به کنار دریاچه نزدیک بودند و سوسمار که خود را مستعصل میدید با آنکه زخمای کاری داشت به زیر آب فرو رفت تا حریف را در محلی مناسب تر گیر آورد ولی قلام که توجه به این نکته داشت همان کیفیت که از ساحل به طرف سوسمار رفته بود هر دو پا به تنگ عظیم او کوفته به سمت کنار لغزید این عمل فوقالعاده خطرناک بود زیرا اگر سوسمار هنوز کاملا ضعیف نشده و میتوانست همچنان به چالاکی در آب حرکت کنند مسلما پیش از آنکه غلام به کناره برسد او را شکار میکرد اگرچه اینک حلق و دهانش دریده و شاید نمیتوانست فک پر قدرت خود را کار اندازد اما با یک ضربت دم او را در هم میشکست غلام یک امید دیگر هم داشت و آن این بود که یاران از ساحل به او کمک کنند به علاوه جز این چاره دیگری نداشت زیرا اگر با سوسمار زیر آب میرفت دیگر ممکن نبود نجات یابد پیلسم که در عین حال چشم به غلام داشت به محض اینکه پستوموس را بر زمین گذاشت میله بلند و قطور را برداشته چون ستونی استوار به طرف سوسمار گرفت نوک میله به فک بالای آن حیوان فرو رفت و پیلسم با همه قوت به دیوار گفت اما دیگر غلام نجات یافته بود زیرا شش دست به سوی او دراز شد و به سرعت وی را بالا کشیدن به این جهت پیلسم نیز میله را رها کرد و همچنان در دهان سوسمار باقی ماند آزرگوش از گوش خود را در سینی پست بر روی قلبش قرار داد و بعد نبزش را به دست گرفت و آنگاه گفت با این صداهای مهیب و وضع نامطلوب چیزی نمیتوان تشخیص داد گویا دیگر کاری نداریم بهتران از هرچه زودتر برویم قلام که با همه چستی و چالاکی دوبار ضربت فشار آب و تنه سوسما را تحمل کرده بود اینک نمی توانست به خوبی حرکت کند. لذا برانوش یک دست وی را به دور گردن خود و بر روی شانه انداخته با او در حرکت کمک می کرد. مریم که از فرط وجد و استراب می لرزید چون میدانست نوازش او قلام را نیرومن می سازد در طرف دیگر وی قرار گرفت و دست آن مرد جسور را به شانه خود افکند. غلام نگاهی تشکرآمیز به سوی او انداخته آهسته به زبانی که برانوش و دیگران نمی فهمیدن گفت مریم امیدوارم از من راضی باشی اگر من نمیتوانم حرکت کنم از بیم و ترس نیست بلکه احساس می کنم که استخوان پشتم در هم شکسته است برای اینکه مزاحم شما نشوم مرا به حال خود بگذارید و بروید مریم جواب داد در مقابل این همه فداکاری و شهامت جان ما ارزشی ندارد که به خاطر تو از دست دهیم مطمئن باش ولو استخانه پشتت خورد شده باشد به سودی بهبودی حاصل می کنی زیرا آزرگوش است به طوری که از یارانش شنیده ام در شفای بیماران اعجاز می کند جسد پستوموس بر پشت پیلسم مستقیما به قایقی حمل شد غلام را هم در همان قایق جای دادن ادنا در حالتی بین خواب و بیداری آن صحنه های عجیب و غیر قابل تصور را میدید. امپراتور چون این نشان میداد که بیهوش است و مطلقا از اطراف خود خبری ندارد ولی سعی داشت با چشم نیمه باز همه وقایع را ببیند چون نمی تواند چشم را کاملا باز کند همه قوای خود را در گوش ها متمرکز کرده بود مریم همه این موفقیت ها را مدیون تو هستیم چون تو و تیتوس وظایفی نسبت به امپراتور و ادنات دارید لذا در این مورد ما از نظریه شما مطابقت می کنیم. آیا شرط اقلان است که احتیاط را از دست دهیم زیرا اگر آنها را آزاد بگذاریم چه بسا پیش از آن که به محلی امن برسیم دستگیرمان کنند. بعدی هیست در این صورت همیگه زحمات ما برای نجات مهنوش و پستوموس به هدر می روید. قبل از آن که مریم جوابی بگوید ادنات که واقعا با تحسین و اعجاب به آن گروه مردمان افسانه ای نگاه می کرد تبسمی بر لب راند و سپس گفت: آزرگوش اگر با پیشنهاد من موافقت کنید همه این مشکلات مرتفع می گردد." از این سخن سرها به جانب وی معطوف شد و همه میخواستند بدانند منظور وی چیست. آزرگوش شسب گفت: ادنات من به خوبی تشخیص داده ام که تو شخصا در این حوادث ننگین دخالت و شرکت نداشتی زنوبی همسر تو که به همه امید و آرزوی فتح و پیروزی شرافتمندانه رفتار کرده در حقیقت او موجب نجات مهنو شده و چون فرشته ای عزیز و محترم در قلب ما جای دارد امیدوارم در آینده محبت های او را جبران کنیم ولی این مرد نحیف چون حیوانی پست و کسیف در زیر پای ملت ایران سر به خاک میساید و کفاره گناهان خود را می دهد. اما در مورد پیشنهاد تو که هنوز نشنیده ام موافقت با آن بسته به نظریه مریم است و ما ولو با اطمینان از خطر مرگ هرگز از فرمان او سرپیچی نمی کنیم. ادنات جواب داد. پیشنهاد من به قدری سریح و ساده و مفید و امید بخش است که تصور می کنم در موافقت با آن تردیدی به خود راه نمی دهید. من میل دارم در مقابل این همه رشادت و شهامت و به مکافات زحماتی که از راه خوده و فریب و دقلی بر شما وارد آمده به نجات شما کمک و مساعدت کنم. هر طریقی که در پیش گیرید از خطر در امان نخواهید ماند زیرا از انتاکیه تا مرزهای ارمن و ایران و جزیرت العرب صدها هزار سپاهیان ما متفرق هستند و امکان ندارد که یک وجب جای امن پیدا کنید آزرگوش است که باطنا تصدیق می کرد حق با ادنات گفت به هر صورت پیشنهادت چیست؟ ادنات جواب داد من خود با رضا و رقبت به همراه شما میایم به شرط آنکه امپراتور را آزاد بگذارند مریم با لحنی التماس سالود گفت ادنات اگر به من امر کنی که خود را در اختیارت بگذارم یک لحظه تردید نمی کنم اما آزاد بودن امپراتور تو را هم دوچار ننگ بد اهدی می کند ادنات جواب داد اگر به من اعتماد داشته باشید به طرزی اطمینان بخش این مشکل را از میان برمیدارم زیرا در صورتی که بنا باشد من به همراه شما بیایم نمی توان امپراتور را دست یا پا بسته در این مکان بگذاریم زیرا ممکن است مسافرت من با شما طولانی شود مریم گفت ادنات من شخصا به تو اعتماد دارم اگر پیشنهادت طوری باشد که دیگران هم بتوانند موافقت کنند ادنات سخنش را قطع کرد و گفت دنیای کتاب صوتی